به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم امروز پنجشنبه را به خوبی آغاز کرده باشین، به دور از انفجار و انتحار و تمام بلاها. خوشحال هستم با سم به شیر سیرت با تقدیم آیت هش در صبح خورشید تا ساعت 9 بگونی نشو سقیم در خدمت شما قرار دارم. امروز مهمان ما در برنامه جناب استاد نقیب‌الله اثری، استاد دانشگاه و مشاور محترم وزارت ارشاد حج و اوقاف هستند. بسیار جد خوش آمدید جناب استاد، صبح شما بخیر. سلامت باشین، صبح زیبای شما بخیر باشه و از بینندگان محترم هم. بسیار جد تشکر، سلامت. دوستان عزیز، موضوع بحث با جناب استاد در این برنامه نکات تربیتی و اخلاقی سوره علق است. تمنای همراهی شما را تا ختم برنامه دارم. استاد، سوره علق کدام سوره هست و چرا به علق نامگذاری شده؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون خورشید. سوره علق سوره هست که بیشتر بینندگان ما و دوستان ما را به نام سوره اقرا میشناسن و از ویژگی هایی که داره، پنج آیت اولی از جمله آیاتی هست که بار اول به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، که ایره هم جا داره که من خدمت شما تلاوت بکنم، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. البته پنج آیات به عنوان اولین آیاتی هست که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، که حالا از این به بعد آیاتی هست که در موارد دیگری نازل شده که بحثی از او میشه که جدا مطرح شوه و یا سرش بحث شوه. نکات اخلاقی که در این سوره مبارک ذکر شده جناب استاد، نکات اخلاقی و تربیتی کدام موارد هست که در این سوره ذکر شده؟ بفرمایید. در واقع سوره علق و یا سوره اقرا و یا پنج آیاتی که در آغاز از این سوره وجود داره، پیامه های تربیتی بسیار بزرگی را، بسیار کلانی را برای مسلمان ها و برای ما و شما داره، که میشه که من به طور چند نمونه از این خدمت شما بیان بکنم. یکی اولی است که باید قرائت به نام الله پاک آغاز شوه، چون اینجا آمده اقرأ باسم ربک الذی خلق، برای از این که ما مخلوق الله متعال هستیم و یا به تعبیر دیگر ما در کارخانه پروردگار متعال تولید شدیم و همه نیازمندی های ما را و همه مشکلات ما را او دقیق میفهمه، بناً کارهای خود را با استفاده از کتاب راهنمایی که برای ما روان کرده که قرآن عظیم و شان است، باید ما مطابقی از او حرکت بکنیم تا یکی از حوادث و از نابسامانی های زندگی در امان بمانیم. اگر ما رفتار ما و حرکات ما بر مبنای کتاب راهنمایی پروردگار متعال صورت نگیره، پس نتیجه شمی میشه که ما به منزل مقصود نمیرسیم و دچار حادثه و سانحه میشیم. شبیه به این که ممکن دستگاه هایی را که شما دارین و ما داریم، به طور مثال موبایلی که در دست شما قرار داره و این دستگاه هایی که وجود داره، ما و شما مکلفیت داریم که این دستگاه ها را مطابق رهنمای یا کتابچه رهنمایی که شرکت برای از اینها برای ما و شما پیشنهاد کرده مطابق از استفاده بکنیم. بله. و ما نمیتونیم این را به ذوق خود استفاده بکنیم. اگر مطابق کتابی رهنمای شرکت یا استفاده شوند، نتیجه میشه که ما استفاده خوبی میبریم و میتونیم از اینا نتیجه خوبی به دست بیاریم، و اگر مطابق از او استفاده نشوند، نه موبایل شما کار میته و کار میکنه و نه دستگاه ها. بله. این نکته اولی تربیتی بود در این سوره که من چند نکته نام میگیرم، باز میشه که شما در مورد هر کدامش اگر سوالی داشته باشین ما در خدمت هستیم. دومین نکته در اینجا میشه بیان بکنیم که اولین فرمان اسلام فرمان فرهنگی است، فرمان جنگ خشونت نیست، که میشه باز روش بیشتر صحبت بکنیم. دوم، خواندن ما و یا قرائت ما باید جهت الهی داشته باشه یا رویکرد الهی داشته باشه یا صبغه الهی داشته باشه. چهارم، خواندن قرآن وسیله برای رشد و ارتقای انسان هاست، چی مسلمان و یقینا چی برای غیر مسلمان هم.
پنجم، پرورش الهی هم در بخش‌های مادی صورت می‌تواند بگیره و هم در بخش‌های معنوی و یقیناً در هر دو بخش بسیار برجسته وجود داره. ششم، خلقت انسان از علق، اینجا که نامی از این سوره هم هست، سوره علق، بیان شده که از علق آغاز شده، یعنی این خودش میتونه یک پیشگویی علمی را برای ما بیان بکنه، در حالی که ما تحقیقاتی بیشتری را هم در این مورد میتونیم داشته باشیم و رویش انشالله که صحبت بکنیم. و نکاتی تربیتی دیگری هم هست که اگر انشالله فرصت بود ما در خدمت هستیم. شما بسلامت باشین. تشکر دوست عزیز. ادامه برنامه آیت 18 صبح خورشید پس از یک وقفه بسیار کوتاه. در خدمت شما هستیم دوست عزیز. موضوع بحث ما نکات تربیتی و اخلاقی در سوره علق هست با جناب استاد نقیب الله اثری. تمنای همراهی شما را دارم. مورد دوم شما استاد گفتین در پنج موردی را که یاد کردین که موارد اخلاقی هست، گفتین پیام فرهنگی دارد تا ای که یک پیام زشتی و درشتی داشته باشه. میشه روی این مورد اندکی شما حرف و حدیث داشته باشین و بحث کنین و باز بسازین این نکته را؟ بله، ما قسمی که گفتیم دومین پیام تربیتی را که سوره داره بیانگری از این هست که اولین فرمان الله متعال فرمان فرهنگی هست. حالا یک دعوا هست، یک ادعایی هست که ما مسلمان ها داریم که اولین فرمان الهی فرمان فرهنگی هست، ولی در عمل ما این موضوع را میتونیم که کاملا واضح بسازیم که آیا واقعا بر مبنای این فرمان فرهنگی مسلمان ها در آغاز وحی و یا در همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم این را عملی کردن و یا برخلاف از این راه رفتن. خب الله تعالی میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه زندگی برای ماست در همه ابعاد زندگی. بنابراین میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار اولی که به وحی برشان نازل میشه و از طرف الله تعالی فرمان میگیرن، میاین برای مردم پیامی برادری میتن، صمیمیت میتن، یک تاپرستی میتن. حتی خیلی جالب است که این موضوع را جعفر رضی الله تعالی عنه نزد پادشاه حبشه خیلی واضح بیان کرد. حالا ما این بحث بسیار کلان است که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه آغاز شد در مکه. یقینا مفاهیم و یا نکاتی مهمی را که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه داشت این بود که شما حرام نخورین، شما دروغ نگوین، شما زنا نکنین، شما دیگر را تهمت نزنین و امثال از اینها. این نکاتی بود که هر انسانی عقلمند و شرافتمند این را میپذیره. خب درست است که یک تاپرستی هم بخشی از این دعوت بود و خیلی هم مهم. به این خاطر جعفر رضی الله تعالی زمانی که در حبشه میره و هیئت‌های از طرف مشرکین برای از این که اینها را به تعبیر امروزی دزد و یا رهزن و یا تروریست و یا مثال از این معرفی بکنه و اینها را دوباره به دست خود گرفته و به مکه باز بیارن و مجازات بکنن، اما پادشاه حبشه میگن نه، اجازه بدین که ما از اینها هم چیزی بشنویم. وقتی که جعفر رضی الله تعالی عنه خواسته میشه به نمایندگی از مسلمانهای مهاجری حبشه صحبت میکنه، میگه که جناب پاشا سیب، ما یک کسی در بین ما به دنیا آمد و دعوای پیامبری را داره که از آغازی تولدش تا حال ما را میشناسیم، جوانیش پیش ما گذشته، طفولیتش پیش ما گذشته، اما زمانی که آمد برای ما این میگه که شما دروغ نگوین، حرام نخورین، بالای کسی ظلم نکنین، حق یتیم نخورین، به زنها احترام داشته باشین و اختیاری زنها را به دستشان بتین و اختیار مردها به دست هر کس در این قضیه. آیا اگر این پیامه ها روی کرده جرمی داشته باشن و یا جرم باشن شما میتونین؟ بله، این پیامه ها را آورد و ما تصدیقش کردیم. و قومی ما از قریش گفتن که نه، شما حق ندارین که پیامه ها را بپذیرین و غیر از الله تعالی بتهای ما را باید پرستش بکنین، در حالی که آزادی عقیده را امروز ما میتونیم میدانیم که در سطح دنیا یک اصل است که هر کس برای خود عقیده هم که داره در این قضیه باید آزادی وجود داشته باشه. به این خاطر است که ما میگیم فرمان، اولین فرمان الهی فرمان فرهنگی هست. بله، به این شکل فرهنگی بود تا اینکه این سلسله دوام پیدا کرد. حتی تا 13 سال تمام را در مکه
کاملا فرهنگی بود تا حدی که مسلمانها به بدترین شکل و بدترین صورت مجازات می شدن که نمونه بلال و حتی زنها و مردها از زیر تیغ از اینها گذشت در حالی که هیچ تیغ و شمشیر مسلمانها خوش حمل نکردن. با مزد جناب استاد، همه می دانیم که قرآن کریم کتاب زمانه ها هست و در هر زمان میشه از این استفاده کرد و برای انسان زمان پیام داره و کتابی است که دین دنیایش می سازه. در عصر حاضر سوره علق از نظر تربیتی و اخلاقی چه پیامی بر ما دارد؟ ما با چه روشی می تونیم جناب استاد که ما مثلا شما می دانید که ما فعلا در از نظر جامعه ما از نظر اخلاقی و از نظر تربیتی که بسا پایین هست، ما چطور می تونیم استاد که جامعه خود بتانیم و خود بتانیم تربیه سالم تربیه درست هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تربیتی ما به کمال خود سوق بدیم؟ در واقع ایره ما نکته چهارم که حتی پنجم هم میتونه شامل از این بحث باشه که خواندن قرآنی از این مشن وسیله رشد و ارتقای انسان هاست. اما چه قسم خواندن جناب استاد؟ بله ایره ما توضیح میتونم. بله. اول ببینیم که الله تعالی میگه که اقرأ، شما بخونین. خب میشه که ضمناً ایره یادآوری بکنم که بر مبنای از این که اولین فرمان الهی فرمان فرهنگی و فرمان سواد و تعلیم و تربیت هست، جا داشت که اول کشورهای اسلامی از لحاظ سطح سواد در حد بالای قرار می گرفتند. در حال متاسفانه موضوع نیست. موضوع دوم که حالا چطور این مسئله را ما یک مصداق عملیش در وجود مسلمان ها در وجود خود پیدا بکنیم. ببینیم ما سوره ای را که برام سوره فاتحه و یا الحمد شریف می خوانیم و در هر رکعتی از نمازی را ما تلاوت می کنیم. خب و هر بار با پروردگار من هم تعهد میبندیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، الها ما تنها تو را بندگی میکنیم و تنها از تو کمک میخواهیم. خب این تعهدی هست که هر بنده مسلمان در هر شبانه روز پنج بار در ای که در هر رکعتی از نمازی را شمار بکنیم چقدر بدن میره. خب با پروردگارش تعهد میکنه که من بندگی تو را میکنم. خب بندگی پروردگار متعال همزمان با پیشنهادی را که بنده در اینجا داره که میگه اهدنا الصراط المستقیم، الها راهی راست را برای ما نشان بده. الله تعالی میگه که راهی راست میخوای بخوان، الف لام میم ذلک الکتاب تا و الناس، این راه هدایتی توست. بنان قرآنی از این مشن در کجای خود گفته که تو مسلمان دروغ بگو؟ در کجا گفته که تو حرام بخو؟ در کجا گفته که تو با یک انسان دیگر طعن و لعن وارد بکو؟ حتی جالب است که ما سوره ای را هم داریم برای سوره همزه که ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر طعن زن عیبجو. میبینیم که از لحاظ عملی با معذرت روزی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها با صفیه خانم پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کلمه ای را مطرح میکنه که او را گویا یک کلمه ای که گویا قدش کوتاه هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم با شنیدن این سخن آنقدر خشمناک میشه، میگه که عایشه تو یک سخنی را گفتی که اگر این را در بحر انداخته شد و بحر را آلوده میسازه، بحر بدبوی میسازه. خب بناً قرآنی از این مشن در وقتی که ما میگیم وسیله رشد و ارتقای هر انسان و خصوص از مسلمان است، با این معنا هست که تعهد ایره که من و شما در هر رکعتی از نماز با پروردگارمون میتیم، این تعهد باید دروغ نباشه، تعهد باید صادقانه باشه، تعهد مسخره آمیز نباشه که متاسفانه که امروز عبادت های ما واقعا رنگ و بوی عبادت اصلی را به میخاطر نداره که در عملهای ما تاثیر نداره. ما در نماز هستیم و فکر ما جای دیگر. بیان تعهدی را که با پروردگار متعال میسپاریم که من تو را بندگی میکنم، تنها بنده تو هستم و بندگی تو را میکنم و تنها از تو کمک میخواهم و وسیله رشد و هدایتی را که از تو طلب کردم تو بدی مداد قرآن عظیم الشان است. بیان من خود را مکلف میدانم که بر مبنای تعهدی که با پروردگارم سپردیم زمانی که فرصت درو برام میسر میشه ای پیام بر میادم بیا که من با پروردگار خود چه تعهد کردیم که من تو را عبادت میکنم. الله تعالی گفته که تو دروغ نگو. خب چرا تو جرأت میکنی و دروغ بگویی؟ اینجا هست که تعهد ما مانع دروغ گفتنی ما میشه و تعهد ما
مانعی از این میشه که من در حق کسی دیگری خیانت بکنم، مانعی از این میشه که به کسی دیگری توهین تحقیر بکنم، به کس مانعی از این میشه که حتی بالاتر و بالاتر به خون و آبرو و حیثیت یک انسان دیگر تعرضی بجا بکنم. اینجا هست که بله قرآنی از این مشن وقتی که در وجود انسان داخل میشه و جذب میشه و از اعماق قلب بنده با پروردگارش تعهد میبنده، یقینا که در عمل ظاهری از او تغییراتی را به وجود میاره. و اگر قرآن را به صورتی که ما فقط بخوانیم، که متاسفانه امروز یکی یک کسی از خویشاوندان اقاربین ما فوت کرد و فقط قرآنی از این مشن ما در همین مرحله قرار بتیم و تعدادی حتی گاهی ممکن ما کسری شن برای خود بدانیم که در یک مجلس ما قرآن تلاوت بکنیم، خیلی یک نکته گاهی جناب استاد مرا رنج میده که تعدادی با بسیار چشم دیده درایی و چشم سفیدی با لباسهای نیمه برهنه در محافلی حتی از چی از ذکور و چی از ایناست در محافلی همچون عملهایی را انجام میتن که واقعا حیای انسان میسوزه، انسان حتی گاهی جرأتی دیدنی از او را یقینا نمیکنه. ولی گاهی ما از خواندن قرآن احساس شرم میکنیم. چرا یک مسلمان چرا در از خواندن قرآن احساس شرم بکنه؟ به این خاطر من گفتم که حتی در بسیاری از محافل یک بزرگی ما یک دوستی ما خواندن قرآن به نحوی کسری شان برای خود فکر میکنه. اینجا هست که پس عمو معنایی که یا هدفی که خواندن قرآن وسیله رشد و ارتقای یک مسلمان شوه وسیله از اون نمیشه، چون پیامی که قرآن برای از اون میخواست بته این نگرفته و مفهومی را که بعد از قرآن داشته باشه یقینا این نداره. و شرح هزیر هم بیشتر در حدیث دیگر هم میشه که الله تعالی میفرماید که در حدیثی که به نام حدیث جبریل شهرت داره، وقتی که سوال میکنه که احسان چیست ای رسول خدا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسانی هست که پروردگارت را چنان عبادت بکنی که گویا پروردگارت را میبینی. خب اگر تو را نمیبینی او خود را میبینه. خب وقتی که ما با رعایت امی اصل پروردگارمون را عبادت کردیم و حضور قلبی ما در نماز به این شکل وجود داشت، بناهن ای تأثیر گذار می باشه بالای عملی ما در خارج از نماز. تشکر استاد. یک جواب سیستمی چون فرصت ما تمام هست، اصلی را که شما گفتین که برگرفته از حدیث پیامبر بزرگ صلی الله علیه و سلم مسمی به حدیث جبرئیل هست، این اصل چطور میشه در ما پیدا شه؟ بسیار کوتاه استاد پاسخ نیاز داریم. بله یقینا ما ببینیم یک بحثی بسیار کلانی را وجود کلانی وجود داره به نام تزکیه نفس. خب ما و شما به طور مثال مریض میشیم پیش یک دکتر میریم، ولی اگر قرآنی از این مشن در وجود ما تأثیر نکرد، عبادت ما یک مقدار روحی را که باید داشته باشه نداشت، ای به این معنی هست که قلب ما مریض است، ایمان ما هم دچار مرض شده، جا داره که ما باید پیش یک طبیب حاذق طبیب ماهر برم که چرا قرآن در قلب ما تأثیر نمیکنه. من کسایی را میبینم، حتی من شاهد یک از دوستا بودم که گفت من یک تعدادی را دیدم که از خواندن قرآن گریه میکردن و من هم طفیلی گریه کردم. به این معنا هست که گریه از قلب نبود. اینجا هست که قلبهای ما بله مریض شدن و جا داره که ما پیش یک طبیب حاذق یک عالمی که میفهمیم که از خدا بیشتر میترسه و واقعا دین را به مفهومی واقعی برای مردم بیان میکنه، پیش از او بریم امی مشکل خود امی مرض خود با او مطرح بکنیم و مطمئنن رای حلی از او را برای ما بیان میکنه. به این خاطر است که ما عملهای بسیار یا بالفعل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این قضایا این قضایا را تکرار میکردن و در زندگی خود عملی میکردن که مقوله مشهور است که تعال اجلس بنا نؤمن ساعتا، بیا چند بار در رابطه به ایمان صحبت بکنیم که مبادا ایمان ما دوچاری شکست و ریختی نشده باشه. سلامت باشین جناب استاد، خدا شما رو به سلامت داشته باشه، استفاده ها کردیم. سپاس شکران از همکارای ما و از شماها. تا دیدار بعد شما رو به خداوند یک تمارت میکنم. خوش باشین. الله نگهدارم.